سلام و درود میگم به تمامی مخاطبین عزیز رسانه طرفداری. با یکی دیگه از برنامه‌های پرونده طرفداری در خدمت شما عزیزان هستیم و کنار من آقای رجع عرب، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس نشستن. آقای عرب، خیلی خوش آمدید به رسانه طرفداری، این شما و این مخاطبان ما. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و عوامل خوب رسانه طرفداری و عرض سلام و ادب دارم خدمت هواداران عزیزمون در باشگاه پرسپولیس. در خدمت شما هستم. عرب، به عنوان اولین سوال، الان ایرج عرب کجاست و به چه کاری مشغوله؟ والا الان حقیقتش اینه که مدتی را در واقع استراحت میکنم و از نظر روحی روانی دارم استراحتی به خودم میدم تا انشالله به امید خدا در خدمت کار باشیم. آخرین تجربه مدیریتی شما خب سرپرستی فدراسیون دو میدانی و برگزاری انتخابات این فدراسیون بود، از این تجربه بگید کار چطور اونجا پیش رفت؟ خب میدونید دوران سرپرستی در فدراسیون ها که البته پیشنهادی شد و بنابر شرایط هم ما پذیرفتیم، دوران گذار هست و دورانی است که خیلی نمیشه تصمیمات اساسی گرفت و خیلی هم نمیشه که کار نکرد و بایستی که در واقع سوسو را رفتار کنی تا اون دوره بگذره. تجربه خوبی بود، یه مقایسه بود بین حالا فوتبال و رشته‌های دیگه. و بدون تعارف این فضا رو چطور دید؟ چقدر دغدغه‌ها متفاوت بود تو فدراسیون دو میدانی و فضایی که در فوتبال دیدید؟ بله، ببینید اگر به این تعبیر نشه که رشته‌های دیگه مهم نیستن و فوتبال مهم هست، حقیقتاً خب فوتبال حساسیت‌های خودش رو داره، ویژگی‌های خودش رو داره، جریان هواداری بیشتر، حساسیت ها، اینها باعث میشه که در واقع به نوعی فوتبال متمایز باشه از رشته های دیگه. ولی خب رشته های دیگه واقعا کار کردن توی اون فدراسیون هم خیلی لذت بخشه، بسیار ورزشکارهای خوب و فضای بسیار بسیار خوبی رو من اونجا تجربه کردم خدا رو شکر. آقای رب، همونطور که گفتید خب در حال استراحت هستید و پیش از این استراحت هم مدت ها سکوت کردیدین، سکوت و گوشه‌گیری خودخواسته است یا نه؟ ببینید من اصلا عادت دارم از جایی که میرم معمولا دیگه با اون مجموعه نمیپردازم، به دلیل اینکه وقتی که شما از جایی رفتی فقط بایستی که اعتقادم اینه روابط دوستانت رو اونجا حفظ کنی ولی روابط کاریت رو قطع کنی تا مدیری که اونجا هست بتونه با فراغ بال و دست باز فعالیت بپردازه. بله قطعا این خودخواسته است که من سکوت میکنم. در مورد شما یک نکته جالبی هم وجود داره، خب خیلی ها همه جوری تلاش میکنن به مدیریت باشگاه پرسپولیس برسن، اما شما وقتی که مدیر بودید خیلی سعی داشتید کنار بکشید، اصرار داشتید کنار بکشید، برای چی؟ چرا اصرار رو داشتید؟ خب بالاخره ببینید مدیریت در باشگاه‌های بزرگ در ایران به دلیل اینکه به خصوص این دو تا باشگاه چون دولتی هستن کار بسیار سخت و یک مدیریت اقتضایی هست و شرایط همیشه شما در یک بحران قرار داری، اصلا شرایط عادی و آرام درش وجود نداره و بنابراین کار خسته کننده است و چون هم نمیشود در ساختار، یعنی ساختار دولتی بودنش تغییری داد و اون رو اصلاح کرد فعلا، لذا من خودم وقتی که ببینم دیگه کار یه جایی میرسه که دیگه نمیتونم کار بهتر و بیشتری انجام بدم، سعی میکنم که نباشم تا فرد دیگه بتونه بیاد و با یک پتانسیل بیشتر و یک انرژی نو بتونه کار رو بهتر انجام بده. این دولتی بودن رو مطرح کردید، به اون میرسیم، در اون سوال دارم، اما قبلش چرا با این استوری که برای کنار کشیدن داشتید اصلا از اول قبول کردید مدیریت باشگاه پرسپولیس رو؟ شرایطی که اون موقع به وجود اومد که بازنشستگی در واقع مدیر عامل قبلی شد، من چون تو سیستم کار کرده بودم و اشرافیات داشتم به خیلی از مسائل، در واقع وزارت تصمیم گرفت که این اتفاق بیفته و با این کار انجام بشه ما سرپرستی رو قبول کنیم. بعضی مدت هم که دیگه هیئت مدیره نظرش این بود که خودم مدیر عامل باشم. در اون شرایط به نظر می رسید که کارهایی رو میشد انجام بدی و خب خدا رو شکر خیلی هم کارا انجام شد، ولی توی شرایطی بعداً به وجود اومد که دیگه ادامه کار شاید به نظر ممکن نبود و اونجا دیگه ما جدا شدیم.
شما در باشگاه پرسپولیس هم معاون بودید، هم مدیر عامل و هم عضو هیئت مدیره. کدوم از این کارا از همه سخت‌تر بود؟ ببینید اصلا جریان مدیر عاملی با همه اینا متفاوته. حتی معاون باشی، قائم مقام باشی، عضو هیئت مدیره باشی، رئیس هیئت مدیره باشی، ولی خب مدیر عامل در واقع به نوعی چون جوابگوی اصلی مسائل هست، کار مدیر عامل از همه اینا سخت‌تره طبیعتاً. و شما تا پشت اون میز مدیر عاملی باشگاه مثل پرسپولیس نشینید متوجه نمیشید که چقدر کار سخته و فرسایشی و در واقع خسته کننده است، علی‌رغم شیرینی‌هایی که داره، مثل شیرینی قهرمانی، شیرینی بردها، خوشحالی هواداران. اینا خب خیلی کمک میکنه که شما خستگی در بیاد، ولی فشار هم خیلی زیاده دیگه. یعنی یه فشار بسیار بسیار مضاعفی رو شما هست در همه چیز و همه امور به نوعی به مدیر عامل برمیگرده و علی‌رغم شیرینی‌هاش بالاخره سختی‌های خودش رو داره و این سختی‌ها خیلی تحملش مشکل هست. عرب در این 40 سال باشگاه پرسپولیس مدیر عامل خب سیاستمدار داشته، مدیر عامل فوتبالیست داشته، مدیر عامل مربی داشته، وزارتی، نظامی، دندونپزشک، مهندس، همه اینها رو تجربه کردن، اما هیچ کدوم به اون مفهوم واقعی موفق نبودن این مدیرا. چرا این اتفاق میفته؟ چرا نمیتونن در پرسپولیس موفق باشن؟ من هیچ وقت با سر مدیرای گذشته صحبت نکردم. علتش این بود که همه مدیرا در این باشگاه تلاش خودشونو کردن، زحمت خودشونو کشیدن. یک ایرادی وجود داره، ایراد ساختاریه در باشگاه پرسپولیس و اون دولتی بودنشه. یک باشگاه حرفه‌ای با چابک باشه، باید هیئت مدیره اختیارات لازم رو داشته باشن، بتونن تصمیمات مهم رو بگیرن. در باشگاه دولتی در واقع تصمیمات هیئت مدیره رافع خیلی از مسائل نیست. شما تصمیمی رو که هیئت مدیره گرفته بعدا میگن غیرقانونیه، اونجوره باید بازرس قانونی داشته باشه. خیلی از مسائل با سیستم دولتی خصوصی نمیشه باشگاه اداره کرد. باشگاه ها اگر دولتی هن باید یه بودجه دولتی براشون در نظر گرفته بشه، از قبل پیشبینی بشه برای همه مسائل، یه سقفی، کفی، مسائل اینچنینی برای همه چی گذاشته بشه، پول تزریق بشه، یه مدیر هم بذاریم بالا سر اون بودجه و کار کنیم. اگر خصوصی هستن و باید خودشون اسپانسر بگیرن و درآمدزایی کنن، باید تامل اختیار باشن. یعنی این اختیار وجود داشته باشه که هیئت مدیره بتواند بنابر صرف و صلاح باشگاه تصمیم بگیره و مدیر عامل هم اجرا کنه. الان اینجوری نیست. یک بسیاری از این مسائلی که الان شما می‌بینید به وجود میاد سر همین موضوع. حالا من به اینکه بالاخره هر کدوم از مدیرای قبل یا خود ما ضعف نقطه ضعفی داریم که این طبیعیه که هیچ مدیری بدون نقص نیست. این ساختار دولتی که میگید مانع موفقیت میشه، در دوران مدیریت خود شما، برای مدیریت خود شما چه موانعی ایجاد کرد؟ یا مثلا اگه مثالی باشه که مثلا شما قرار بود این تصمیم رو بگیرید اما این دولتی بودن مانع شد که هوادارا بیشتر بتونن درک کنن چه اتفاقی میفته با این دولتی بودن. بله ببینید، تمام اموری که در باشگاه باید انجام بشه باید تشریفات قانونی در موردش رعایت بشه. تشریفات قانونی هم دیگه کمترین زمان 2 ماهه براش. خب شما کلا فصلت مگه چند ماهه؟ شما اگه بخواید مثلا به تو نیم فصل تصمیم بگیری یه حرکتی انجام بدی، قبل از فصل تصمیم بگیری انجام بدی یه مشکلاتی داره، تو نیم فصل تصمیم بگیری انجام بدی یه مشکلاتی داره، و بعد از شروع مثلا فصل بخواید تصمیم بگیری دوباره یه مشکلاتی داره. بحث خود اسپانسرینگ، مثلا گرفتن اسپانسر با شرایط قانونی دولتی خیلی کار سختیه. خیلی از همکاری های بخش خصوصی که میان به باشگاه مراجعه میکنن و میخوان همکاری بکنن، اون هم دوباره با سیستم دولتی به مشکل برمیخوره و جذب اونها به مشکل برمیخوره و اونا بعضی مدتی که رفت آمد میکنن و میان و میرن خسته میشن و دیگه رها میکنن. این کلیت مشخصه. ببین شما وقتی که سیستم دولتی هستی باید مقرراتش رو رعایت کنی دیگه. اینجا بیا باشگاه شما بگید باشگاه حرفه‌ای و از اون بر باشگاه دولتی، نمیخونه با هم دیگه. اینا مسائل زیادی هست، من میخوام به جزئیاتش بپردازم که پرداختنش به احتمال داره تبعاتی داشته باشه، ولی کلیتش اونهایی که
کارشناس موضوعات اینچنینی هستن میدونن که سیستم دولتی چه محدودیت هایی داره و این محدودیت ها با در واقع رفتار حرفه‌ای خیلی سازگاری نداره. طبیعتاً اصلا نیازی به گفتن من نیست. همینقدر که الان که دولت، مجلس و همه اینها به این نتیجه رسیدن که این باشگاه باید خصوصی بشه، نشون میده که حتما یه ایرادی هست دیگه. اگر ایرادی نبود خب بود سیستم دولتی، نشون میده که سیستم دولتی در اینجا موفق نبوده. این باشگاه با سیستم دولتی موفق نیستن، فقط متاسفانه گرفتاریش میمونه برای مدیران و هر مدیری که میره باید جوابگو خیلی از مسائل باشه که خب این شما در دورهای قبل دیدید الان هم هستش. شما روزهای پرماجرایی در باشگاه پرسپولیس داشتید. خب جدا از این موانعی بود، یک حقیقت رو هم نمیشه کتمان کرد، یک تیمی خارج از مجموعه باشگاه فعالیت میکرد و به نوع ایرج عرب رو میزد. در جریان این فعالیت ها بودید دیگه؟ ببینید من اساسا آدم خوشبینی هستم، خیلی آدم بدبین نیستم، خیلی هم دنبال این مسائل حاشیه و اینا نیستم که ببینم کی چه کار میکنه، معمولا کار خودم رو میکنم. ولی بعدها که بالاخره از باشگاه اومدم بیرون فکر کردم که به اون دوران، چون واقعا در دوره‌ای که ما کار کردیم من فرصت فکر کردن به این مسائل رو نداشتم حقیقتش، که ببینم کی چه کار میکنه بر علیه من یا چه اتفاقی میفته. فقط کار میکردم. یعنی ما شاید به اتفاق هیئت مدیره روز و شب نداشتیم دیگه. عرض کردم مثلا بیشترین جلسات هیئت مدیره رو در شاید تاریخ باشگاه پرسپولیس ما داشتیم. ما یادم هست توی یه سفری که با تیم رفته بودیم مسابقات، من فکر کنم قهرمانی لیگ بود، تو همون فضای استقرارمون 3 جلسه پشت سر هم در یه روز گذاشتیم. یه بعضن هم به شام و نهار هم نمی رسیدیم که بخوایم، در واقع دوستان گلمند بودم و ما هم دیگه اصلا داریم اذیت میشیم و واقعا هم با همه این احوال کار میکردن، تلاش میکردن، فرصتی نبود ما ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. بعدها که دار حالا از مجموعه رفتیم کنار بهش فکر میکردم، یه دار شواهد قرائن و اون تجمعات رو بررسی کردیم ببینیم که اینا همون هم بالاخره در اون دورم که در واقع یه سری تجمعات انجام میشد، اونهایی که در واقع مسئولیت داشتن میامدن میگفتن که خب بخشی از اینا هدایت شده است و متاسفانه سازماندهی شده است. ولی من فکر نمیکردم که مثلا بعدها دیدم نه، متاسفانه یه اتاق فکری بیرون از باشگاه بوده که اصولا موفقیت ها رو مثلا نمید، مثلا یک تیم جی پی اس میگرفت ما نداشتیم همه جا میگفتن، بعد که ما یه جی پی اس رو با یه قیمت بسیار مناسب و کیفیت خوب تهیه کردیم هیچ مانوری دوش مثلا داده نمیشد. یا مثلا یه روزی اگر تو ورزشگاه شهید کاظمی مثلا آب رو چمن جمع میشد 20 تا 30 تا 100 تا 1000 تا رپورتاج خبری داشت، ولی مثلا ما اون رو دادیم بخش خصوصی و احیا شد و به زمین چمن بسیار عالی تبدیل شد، من ندیدم یه فیلم هم مثلا از اون کیفیت گفته بشه. یا یه جایی که مثلا حالا مشکلی پیش می اومد در یه موضوع رفت آمدی عیاب و ذهابی تأخیری فلان همه جا پخش می شد، ولی مثلا یه جایی که مثلا هواپیمای چارتر گرفته می شد با صورت وی آی پی بازیکن ها برده می شدن، یک دفعه من ندیدم که مثلا کسی مانور بده بگه آقا مثلا این کار خوبم انجام شد. وقتی که شما می بینید کارهایی که بالاخره ایرادات به شدت بولد میشه و محاسن برده، قهرمانی لیگ، قهرمانی جام حذفی، قهرمانی سوپر جام، دفاعی که ما رفتیم در دادگاه کس کردیم و باز سوپر جام سال قبل رو، اینها رو، یا خیلی از اتفاقات خوب مثل حفظ بازیکن‌ها که واقعا مشکلات زیاده، اینا رو مثلا دیده نمیشه، ولی تا یه ایرادی در باشگاه مثلا دید بود میدید که تمام جریانات خبری روش مانو میدن. اینها میشد از اینها بفهمی که یه اتاق فکری وجود داشته که اینها رو مدیریت میکرده و این اتاق فکر هم از لحنش، از ادبیاتش، از اینی که بالاخره ببینید اعضای هیئت مدیره میامدن نهار هم نخورده بودن، یا مثلا شام تا 10 وای میستادیم،
شام هم نمیدادی مثلا به عزا بزن. این طبیعیه که شما از مهمان خودت، اعضای هیئت مدیره، توسط یک میوه ساده‌ای که تو هر خونه‌ای هست پذیرایی بشه. بعد مثلا یه عکس از اون موز و سیب بندازی، بعد بگی که اینا همش در حال خوردنن. خب این ادبیات، ادبیات تشکرآمیز نیست، این ادبیات، ادبیات در واقع ایجابی نیست، این ادبیات سلبیه، این ادبیات تخریبیه. لذا اون اتاق فکری که این کارا رو میکرد نشون میداد که دنباله این نیست که برای پرسپولیس موفقیت ایجاد بشه. امیدواریم که اون کسانی که این کارا رو کردن حداقل در دوره فعلی برای این دوستان عزیزی که دارن تلاش میکنن خدا نکرده مشکلی ایجاد نکنن، بذارید رو در آرامش مدیران کار خودش. صادقانه هیچ وقت نخواستید با این تیم صلح کنید یا از در دوستی وارد بشید؟ والا من اصلا فکر نمی‌کردم که همچین تیمی وجود داشته باشه. یعنی انقدر درگیر مسائل کاری بودیم. ببینید اصلا شما اونجا فرصت فکر کردن به این چیزا رو نداری که کی داره چی کار میکنه. یعنی اصلا شما کارتو ول کنی، راه بیفتی بری ببینی که کی کدوم مثلا کجا تو کدوم رستوران نشسته و مثلا گعده کرده و چند نفر داره یه کاری میکنه. این فرصت اولا که من اهلش نیستم که بخوام تجسس و تفتیش رو انجام بدم، دوما که اصلا فرصت این کارم نبود. ما سعی میکردیم با کار و اینکه اطلاع رسانی بکنیم و شفاف سازی کنیم خودمون رو نشون بدیم دیگه، یعنی خود کارمون رو نشون بدیم. و خیلی هم حالا البته اهل بولد کردن کارهایی که انجام دادیم، شاید یکی از ایرادات ما هم همین بود که کارهایی که انجام میشد من همین گفتم خب بیایم مثلا بریم یه عکس فلان جا بگیریم، گفتم آقا من خیلی علی این حرفا، بریم عکس اونجا بگیریم، اینجا بریم یه سری بزنیم، گفتم آقا میریم سر میزنیم، ولی اینکه حالا حتما اینو رسانه‌ای کنیم و خبری کنیم من خیلی اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم صادقانه برای کار کرد و بی سر و صدا کار کرد. شاید این خودش هم یک مشکل هم به مشکلات ما اضافه کرد که خیلی از کارهایی که ما کردیم مثلا تو جریان حفظ بازیکن‌ها ما خیلی مسائل داشتیم. یه کتاب میشه بنویسی در مورد همون چند وقت، از انتخاب سرمربی تو 72 ساعت، از انتخاب دستیاراش، از انتخاب رسانه و مربی دروازه‌بان، از حفظ تیم. یه کتاب میشه بنویسی که چی جوری این تیم حفظ شد که الحمدلله این نتایج بسیار مثبتی رو که ما تو لیگ گرفتیم الان تو آسیا داریم میگیریم، بخش عمدهش مرهون حفظ تیم بود دیگه. یعنی تیم به این راحتی حفظ نشد. حالا شاید مثلا ما باید بیشتر می اومدیم این جزئیات رو میگفتیم که مثلا دقیق میگفتیم که الان ما داریم با کی مذاکره میکنیم، مذاکرهمون دقیقاً به کجا به بنبست برخورده، حالا چه توقعاتی وجود داره و فشارهایی رو هم که توسط فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها روی این موضوعات به وجود می اومد که بالاخره به نفع باشگاه نبود رو اینا رو مثلا اونجا با توضیح میدادیم. ولی انقدر فضا ملتهب بود که من احساس میکردم که مطرح کردن اینا میتونه این التهاب رو تقویت کنه، به تیم آسیب بزنه. بنابراین فشارها رو خودمون تحمل کردیم، مظلومانه کار کردیم، فشارها رو تحمل کردیم، سختی‌ها رو کشیدیم، ولی داد نزدیم، سرصدام نکردیم، آگراندیسمان هم نکردیم، خیلی از مسائل. و الحمدلله شما دیدید که تیم به خوبی حفظ شد، شاکلش حفظ شد و خوبم نتیجه گرفت و الحمدلله الانم داره با موفقیت پیش میره و آرزوی موفقیت بیشتر داریم، هم برای تیم هم برای مدیران، و انشالله که سلامت و تندرست باشن. ولی خب به نظر میرسه همین تیم الان فعالیت داره و فکر میکنی که چی میخوان، برای چی این کار رو انجام میدن؟ نمیدونم والا، اینا رو بعد از خودشون سوال کنید دیگه ببینید چیه. من اصلا اعتقادی به این مسائل ندارم. من اعتقاد به صلح، دوستی، رفاقت دارم و اصلا به جریانات پشت پرده خودم اعتقاد نداشتم. بعدا فهمیدم هست. بعدنم که فهمیدم هست، علارغم این همه تخریب و این ور اون ور، باز هم سکوت کردم. شما میبینیم اصلا سکوت میکنم. این سکوت نیست که نمیتونیم حرف بزنیم یا حرف برای گفتن نداریم. خیلی حرفای نگفته من دارم که اگر بزنم خب خیلی از جاها سنگ رو سنگ باید نمیسته. ولی شما یه مجموعه رو دوست داری دیگه. اگر یه مجموعه رو دوست داری به خاطرش باید فداکاری کنی، باید تخریب بشی ولی هیچی نگی. شما میتونی ببینید، شما ببینید بعد از رفتن سرمربی مثلا من میتونستم عافیت طلبانه استعفا بدم، بعد دیگران رو متهم کنم اینطور شد اینطور شد، برم و یه قهرمان بشم. ما قهرمان
لیگ شده بودیم، قهرمان جام حذفی شده بودیم، سوپر جام هم گرفته بودیم، اونورم که بعد میامدیم میرفتیم کنار وایستادیم تو اون شرایط میشد رفت عافیت طلبانه. من وایستادم سرمربی جدید گرفتیم، کادر تیم رو کاملا جذب کردیم، بازیکنها رو حفظ کردیم، اردو رو برگزار کردیم، اردوهای داخلی خارجی همه کار رو که انجام دادیم، تیم رو قلتک افتاد. نمیدونم حالا قبل از اولی مسابقه یا بعد از اولی مسابقه من دیگه کشیدم کنار، یعنی زمانی که همه چیز اوکی بود رفتم کنار. این نشون میده که دوست تیممون رو دوست داشتیم دیگه، یعنی به پرسپولیس و تیم علاقه داشتیم، برای هوادار و برای جریان هواداریمون ارزش قائل بودیم. من بنابراین فکر نمی‌کردم، مثلا به این چیزا فکر نمی‌کنم که اینا کی چی کار می‌کنه. مادر بودن و نامادری یا دوست داشتن و دوست نداشتن رو اینجاها میشه متوجه شد. اگه نه حالا شما بیای از احساسات پاک جریان هواداری، مثلا حالا در خیلی جاها که ما هوادارهای بسیار خوبی داریم بنده خدا، واقعا چیزی هم کاری ندارم، فقط دوست دارم پرسپولیس موفق بشه، بیا خدا نکرد یه مطلبی رو پخش کنیم تو فضای مجازی مثلا. حالا ببینید دیگه، فضای مجازی ما الان دو بخشه، ما یه فضای رسانه‌ای رسمی داریم، یه فضای مجازی داریم. فضای رسانه‌ای رسانه است، راحت شما میتونید بگید کجاست، آدرس داره، سایت داره. فضای مجازیمون هم یه بخشش رسمیت داره، کاملا مشخصه سایت، یه بخشش بزن در راییه. یه دفعه شما میای یه حرفی رو میندازی، آقا پاداش آسیایی چی شد؟ بعد حالا شما میای اسناد نشون میدی، من شما قبل از جلسه دیدید اسناد هزینه پاداش آسیایی رو دیدید، بهتون نشون دادم. بعد اسناد مثلا میگم آقا پاداش اینجوری هزینه شد، میگن که نه. بعد میخوای برای کی توضیح بدی؟ اونی که گفته که پاداش آسیایی چی شد اصلا نیست، زده در رفته، حالا الان میخوایش توضیح بدی؟ کسی نیست توضیح بدی، خب وجودی نداره که، رسمیتی نداره که، ولی اثر منفیش رو در افکار عمومی گذاشته. حالا شما آقا اثرگذاری مثبت بکنی؟ نمیتونی. اونها فهمیدن که چی جوری میشه آدم ها رو تو این سیستم. من برای خودم نمیگم، برای مدیرای فعلی میگم. حالا شما میخوای بری سر تیم بزنی، میگن آقا چرا رفتی تو این شرایط، نزنی مشکلی پیش بیاد، میگن آقا مدیر عامل کجا بود اونجا که این مشکل رو حل کنه؟ چرا مثلا وقتی که فلان بازیکن اخراج شد، اگر مدیر عامل اونجا بود نامه می‌زد، همونجا دفاع میکرد، فلان میکرد، یعنی چی چیزایی رو. ولی در فضای رسانه‌ای رسمی و معتبر اینجوری نیست، هر حرفی پاسخی داره. شما یک مطلبی رو در یک روزنامه علیه شما میزنن، شما بر اساس قوانین مطبوعاتی جواب میدی و اینا بایستی که در همون صفحه تو همون ستون این توضیح رو چاپ کنن. ولی شما در فضای رسانه‌ای که اصلا نمیدونی این خبر کذب رو کی پخش کرد که یه دفعه هم مثلا در کل کشور پخش شد، میخوای بری یقه کیو بگیری، توضیحات تو به کی بدی؟ الان این توضیحات رسمی در مورد پاداش آسیایی، هزینه‌اش کاملا مشخصه، گزارش زی حساب و مهر امضا داره. خب ولی اینکه الان مثلا ما بیایم جزئیات رو توی اینجا توضیح بدیم، این خیلی منطقی نیست. من چندین بارم در دوره آقای انصاری فرد، همین دوره به باشگاه گفتم آقا جان این مسئله پاداش آسیایی رو با جزئیاتش بزنید تو سایت، ببینید چقدر پاداش اومده، چقدر آیا وارد خزانه شده، آیا در باشگاه های دولتی هزینه ها که توسط مدیر عامل انجام نمیشه، که مدیر عامل هست، مدیر مالی هست، زی حساب هست، به خصوص زی حساب وظیفش تطبیق قوانین و مقررات مالیه که ببین آقا این چیزی هزینه بشه، این پول اومده تو حساب خزانه، چک شده، اینم سند هزینه ایشه. من همین الان هم از باشگاه میخوام که این اسناد هزینه ای رو کاملا با ریز و جزئیاتش تو سایت باشگاه اگر صلاح میدونن بریز بزنن. اینا چند بار خواستیم دیگه، نامه رسمی هم زدم. حالا اصلا این که مسئله نداره، چون نمیشود در باشگاه دولتی چیزی اینجوری هزینه بشه که نباشه. آقا پولا کجاست؟ فلان پولا همینجاست، اینم اسنادش، شما که دیدید حداقل به ملاحظه کردید که این اسناد وجود داره. و من فکر میکنم که باید برای این موضوع یه فکری بشود، چون در آینده مشکلات جدی ایجاد میکنه.
به این مسئله پاداش میرسیم، اما قبل از اون اگه موافق باشید برگردیم به روز ابتدایی مدیریت شما در باشگاه پرسپولیس و همون روز اول بازیکن‌ها یه اعتصابی کردن. ماجرای اون اعتصاب چی بود؟ من فکر کنم روز چهارشنبه ما ابلاغ گرفتیم، پنجشنبه زمزمه اومد، من کاپیتان رو دعوت کردم گفتم موضوع چیه، گفتش که ما پول نگرفتیم، پول بخواهم که خب ما سریع از مجری اسپانسری مبلغی رو گرفتیم و قول دادیم که فکر مونم مثلا اون موقع هنوز بالای 80% مونده بود از قرارداد پرداخت بشه، یه مبلغ یه درصدی فکر مونم حدود 15-20% رو تا ظرف 3 روز یعنی یک شنبه بعد از ظهر این پول رفت تو حساب بازیکن‌ها. باز که دوشنبه باز یه اعتراضی شد که گفتیم چیه، گفتم بازم میخوایم، که گفتم حالا فعلا که ما هنوز بذارید برسیم امضامون خوش بشه ببینیم چه خبر وضعیت چجوریه. درسته که من قبلا هم اونجا بودم ولی تو حوزه پرداخت به بازیکن‌ها مدیر عامل و هیئت مدیره تصمیم گرفتم، ما مسائل اجرایی دیگر رو پیگیری میکردیم و اینطوری شد که دیگه بعدن هم دیگه خدا رو شکر ما موضوع خاصی در دوره مدیریتیمون توزیع اعتصاب و اینا نداشتیم دیگه، همون روز اول و روز سوم چهارم بود، بعدن دیگه ما چیزی تحت این عنوان نداشتیم که و علتش هم بود که حالا بعدن عرض میکنم که یکی از بیشترین پرداختی ها رو داشتیم در دوره مدیریتی و تمام مطالبات و آفرا و آپشن هایی که از قبل هم مونده بود پرداخت شده بود که به موقعش من عرض میکنم که چجوری توضیحات لازم رو با عدد و رقم میدم. یعنی قبل از اون هیچ دریافتی نداشتن؟ شما 20% دریافتی دادید؟ دریافتی داشتن، منتش خب حالا دیگه مطالبه داشتن و رو اون مطالبهشون اصرار داشتن که زودتر پرداخت شد. یعنی انقدر کم بود که 20% پرداخت شد دیگه. حالا اون جزئیاتش رو دقیق یادم نیست ولی اینطور بود که مطالبهشون رو میخواستن، حتی اون عددی هم ما پرداخت کردیم بازم گفتن که این هنوز کمه باید بیشتر پرداخت بشه، که دوباره بعدن دوباره مرتب این پرداخت ها انجام شد. کلن رابطه شما با بازیکن پرسپولیس چطور بود؟ رابطه ما من بیشتر نقش سعی میکردم نقش بزرگتری داشته باشم. بالاخره بازیکن شرایط خاص خودشو داره، جوونه، رو فشارهای کاری که داره احتمال داشت یه وقت مسئله هم به وجود بیاد، ولی ما سعی میکردیم که این رابطه دوستانه باشه و خدا رو شکر این اتفاق هم دیدید در مورد آقای رفیعی هم که اون اتفاق افتاد، بعدن ایشون هم لطف کردن و در واقع به نوعی از دل ما خواستم در بیارن، من از همینجا ازشون و صداقتشون تشکر میکنم که رفتارش بسیار رفتار درستی بود و علیرغم اون اتفاقات ایشون فشار روش بود ولی من با خود منم روش روم خیلی شرایط پرفشاری رو داشتم ولی سعی کردم اون فشار رو تحمل کنم و وارد خدا نکرده مسائل حاشیه‌ای نشم و همه بحث ما آرامش بود. خیلی از فشار، خیلی جاها میشد حرفایی رو بزنی نزدیم، خیلی از چیزایی رو بگیم نگفتیم. الانم پشیمون نیستم که حرف نزدم و چون خدا رو شکر برای من آرامش و موفقیت در واقع مهم بود که این اتفاق افتاد، هم آرامش داشتیم هم موفقیت. حالا دیگه یه آسیب هایی که من خودم شخصا دیدم و واسه تخریبای حالا نادرستی که یا نمیدونم کلمه ناجوانمردانه که نادرستی که انجام میشد اون هم نه خدا رو شکر فشارش رو من بود، الحمدلله ما نذاشتیم اون تخریب ها فشارش روی تیم باشه و حفظ تیم، نتیجه و آرامش. یک مقطعی هم یادم میاد وقتی که خب برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس رفت، برخی از بازیکنان از اون شلوغی و اسنامی که جلو باشگاه بود سوء استفاده کردن و یه جوری مبلغ قراردادشون رو بردن بالا. والا نمیدونم اصلا جریانش بحث بازیکن، ولی یه سری اتفاقات در مجموع که اعتراضات خیلی به نفع نبود دیگه، یعنی ما در برهه از زمان اعتراضات رو جلو در باشگاه داشتیم که من مجبور شدم مثلا برم توی جای دیگه قراردادم با آقای ترابی تمدید کنم، توی جای دیگه قرارداد اونو با بازیکن‌ها تمدید کنیم و جذب بکنیم بازیکن‌ها. خب این خیلی با ما صدمه زد، مشکلات زیادی رو برای ما ایجاد کرد اون تجمع. خب بخشش از روی دلسوزی بود، طبیعی هم بود، ما هم حق میدادیم که بالاخره تجمع رو نه ولی اینکه بالاخره افراد ناراحت باشن، ولی بخشش متاسفانه هدایت شده بود و این
جریان هدایت شده به یک سری اتفاقات منفی کمک کرد. حالا اجازه بدید جزئیات شما که تا حالا نگفتیم، حالا هم نگیم بذارین مکتوم بمونه که چه اتفاقاتی افتاد، چون دیگه حالا الان موضوع مربوط به گذشته است و تموم شده است و هر چی بود الحمدلله نهایتش ما مدیریت کردیم و بالاخره موفقیت در پیش وجود داشت. در این خصوص که خب شما کارها رو به جای دیگه منتقل کردید به درفشیپر و خب دسترسی مثل این که به برخی اسناد نبود و یک بازیکنم با این ماجرا که دسترسی به اسناد مالی و اینا نبود، یه مبلغ خوبی روی قراردادش گذاشتین. ماجرا حقیقت نه رو بحث مبلغ قرارداد، نه یه بازیکن مطالباتش رو می‌خواست، خدای ترابی دیگه مطالباتش رو می‌خواست، از گذشته و اینا مطالبات داشت دیگه. تو ما که در واقع نیم فصل بودیم، هم مطالبات گذشته و در نیم فصلی که ما بودیم و همه رو خواست، ما می‌خواستیم بهش چک بدیم، مثلا نمی‌تونستیم بریم باشگاه دیگه، زی حساب رو می‌خواست بره باشگاه، کتک خورد. بالاخره گواهی گرفتاری دست چک آوردیم و امضا کردیم و بعدش رو پرداخت کردیم. عرض می‌کنم مسائل زیاده تو این حوزه و حرف خیلی زیاده، جزئیات زیادی وجود داره. من چون اعتقاد ندارم، من فکر کنم آدم واسه دیگه فداکاری کنه دیگه، یه مقدار سکوت باید بکنه، خودش ضربه بخوره ولی به سیستم آسیب نزنه. الان من هم رویه سکوت رو تو خیلی چیزا خواهم ادامه بدم و هیچ وقت نمیگم این چیزا رو. خب ولی چیزایی که الان داریم میگیم خب دیگه چون آشکار بود و طبیعی بود، حالا شما خودتونم عنوان خبرنگار در جریان بودید، من توضیحاتی در موردش دادم. و ازش گذشته و اینکه خب بسیار مسئله است که هوادارم دوست داره بدونه و حق داره حتی بدونه و در حد مثلا شایعه یا خبر مطرح شده. بعضی از اتفاقات و این فشارهایی که برای نگه داشتن یک بازیکن در فضای مجازی به وجود میاد، چه پشتش جریانی باشد و چه پشتش جریانی نباشه، یعنی چه از روی دلسوزی و بدون غرض و صرفاً از روی هواداری باشه و چه خدای نکرده پشتش یک جریانی باشه که مدیریت شده باشه، در هر دو صورت فرق نمیکنه، منجر به یک سری مشکلات برای باشگاه میشه. باید هوادارا مواظب باشن که این اتفاقات رو خودشون بوده. هوادارای ما فهیمن، منتاش خب دیگه هواداره دیگه، تیمش دوست داره که بالاخره بازیکن بمونه، تیم موفق بشه، اون کار خودش میکنه. ولی باید مواظب باشیم که اون هواداریه مورد سوء استفاده یک سری جریانات قرار نگیره و اونها مثلا تهش به صدمه میخوره باشگاه خودشون دیگه. مثلا تهش اگر منجر به افزایش قیمت بازیکن بشه، بودجه باشگاهشون به جایی که صرف مثلا دو تا بازیکن بشه، بشه صرف یه بازیکن. نمیشه هم که بالاخره مدیر عامل اونجا نشسته این مسائل رو واسه در نظر بگیره دیگه. جریان هواداری همه باشگاه پرسپولیس هواداراشن. مثلا میگن آقا این پرسپولیس چرا انقدر میارزه؟ گفتم پرسپولیس که ساختمون که نداره، ابنیه که نداره، ورزشگاه که نداره. و چی گفتم؟ خب پرسپولیس به خاطر هواداراش میارزه دیگه، هواداره که پرسپولیس ارزش میده. خب ما باید برای هوادار خیلی ارزش قائل باشیم. اون داشت خب یه عده عرض کردم تو اون فضای مجازی بزن در روی یه عده میان این سو استفاده هم میکنن این وسط دیگه. حالا اینکه باید هوادارا هوشیار باشن که ضمن اینکه حالا هم دوست دارن بازیکن‌ها حفظ بشن، هم باشگاه موفق و تیم موفق بشه، مواظب باشن که این جریانات رو هم ببینن، یعنی با هوشیاری مواظب باشن که این جریانات یه وقت جریاناتی نباشه که آسیب بزنه و تخریبی باشه. این هم درست بود که میگفتن یک بازیکنی رفته با مالک دایرکتور عکس گرفته و با استفاده از همون عکس مثلا قراردادش رو درخواست قرارداد دو برابر کرده. اصلا وارد جزئیات این چنینی نمیخوایم بشیم که اصلا امروز من بیشتر حضورم در اینجا که حالا اصرارم شد و چندین از دوستان دیگه هم که در رسانه های دیگه این مدت زنگ زدن و ما بالاخره مصاحبه نکردیم و جواب ندادیم و اینها، عذرخواهی میکنم ازشون، چون واقعا قصد نداشتم صحبت کنم و برای همه اونهایی که این مدت تلاش کردن که بیان ما موضوعاتی رو بگیم، ضمن که خیلی براشون ارزش قائلم و در دوران کاری ما خیلی هم کمک کردن، ازشون تشکر میکنم، ازشون هم بابت اینکه حالا شاید
نتونستم جوابگو باشم به دلیل سکوت کردم عذرخواهی میکنم. امروز یه سری مسائل نمیدونم در مورد این پاداش آسیایی من هی هر روز میبینم یه دیگه دوستانی بعضی موقع چیزایی میگن و اینا. خب ما در مورد پاداش آسیایی هم چندین بار به باشگاه در دوره قبلا گفتیم آقایون دیگه مسائل مالی ببینید مسائل کمی هن. کیفی نیستن که مثلا شما میگن آقا یه بازیکن گرفتی آقا کیفیت نداشت. حالا اینو من که تازه نبود توضیح بدم، بعد سرمربی که مثلا این بازیکن رو انتخاب کرده توضیح بده که آقا چرا اینو خواسته، بعد دلایلش رو بگه، اگر بحث قیمتش رو برن تو ترانسفر مارکت نگاه کنن، اگر بحث قرارداده، اگر توش خدای نکرده مسئله‌ای بوده که خدا رو شکر الحمدلله هیچ وقت در مورد علارغم همه این قراردادهایی که ما بستیم بازیکنهای خارجی و داخلی و تمدیدی و فلان هیچگاه من ندیدم یک موضوع مالی خارج از عرف مطرح بشه که مثلا خدا نکرد دلالی شده باشه یا اتفاق بیفته مطرح هم نشد خدا رو شکر. خب نشون بده که کار سلامت بوده. ولی بحث مالی عرض کردم کمیه، کاملا مشخصه. شما بیا آقا این 1 میلیارد کجاست؟ من که 1 میلیارد کجاست که یه حرف بزندراییه دیگه. یک نفر از باشگاه که یک عنصر رسمی هست میاد در صورت ضرورت نشون دادن اسنادم نشون میده. وقتی که شما به باشگاه اعلام میکنید آقای باشگاه بر شما اسناد مالی دوره مدیریتی بنده رو از 0 تا 100 میتوانی منتشر کنی، درسته؟ ما یه عددی در دوره نیم فصلی که اومدیم اسپانسر با ما داد که این عدد با عددی که ما نیاز داشتیم یه چیزی حدود 60% اختلاف داشت، یعنی 60% کم داشتیم. این عددی که مجری اسپانسری تو نیم فصل دوم به ما گفت شما طلبتون مونده با جمع پاداش آسیایی رو همدیگه 40% منابع ما رو تامین می‌کرد. یعنی فقط با همون فقط میتونستیم پول آقای برام کارو بدیم، چون در واقع ما 500,000 تا دادیم دیگه، پول آقای برام کارو میتونستیم بدیم، بقیهش میموند دیگه. بقیهش رفتیم چیکار کردیم؟ تأمین کردیم که بعدا گفتن آقا اینا پیشخوره. خب شما 40% از پول به ما مونده بود، اما اعدادش مشخصه، اعداد اون گزارش زی حساب، شما گزارش حساب دیدید دیگه، کاملا مشخصه که ما مجموع درآمد آسیاییمون و مجموع درآمدمون از مجری اسپانسر اونچه که به اون تعلق میگرفت و به عنوان مانده نیم فصلمون بود 40% منابع مالیمون رو چکار میکرد؟ تامین میکرد. 60% منابع مالی ما دیگه پول براش وجود نداشت، اعتباری براش وجود نداشت. از یه عددی رو من به شما عرض کنم، ما از حدود 50 میلیاردی که در دوره مدیریتی ما هزینه شده 40 میلیاردش دقیقاً 40 میلیاردش برای بازیکن و مربی و سرمربی و کادر فنی بوده. حدود 1 میلیاردش مالیات بازیکن‌ها و مربی‌ها و فلان خارجی و اینا بوده. حدود 5 میلیاردش بابت پرداخت به هزینه‌های استقرار و هتل و مسافرت‌هایی بوده که ما بالاخره هم خارجی داشتیم هم داخلی و فلان. یه بخشش دوباره مربوط می‌شده به اردوها. کلاً یه مثلا حدود 2-3 میلیاردش هم می‌شده به حقوق کارکنان، 1 میلیاردش هم برای امور جاری، هزینه‌های جاری. یه مثلا 3-4 میلیاردش اینطوری بوده. بقیه 46 میلیاردش همش اونا هم برای ورزش ها، بالاخره کارمندی که دو باشگاه کار میکنه اگر 2 خورده حقوق دادیم بهش، این هم داره برای باشگاه کار میکنه دیگه، این هم داره کار بازیکنه انجام میده، این هم داره مسئول ورزشگاه رختکن داره، نمیدونم زمین چمن نگهداری میکنه، یکی دانشگاه پرسپولیس داره کارش انجام میده، یکی داره رانندگی میکنه، هزینه های مثلا عیاب و ذهاب همین بازیکنه و مربی و فلان اینا. ببینید شما نگاه کنید از 50 تا 40 تاش هزینه اینجا اسناده. ببینید شما اسناده میتونید
من نمیذارم جلو دوربین بذارم، ولی شما اسناد رو ببینید. اگر غیر از این بود و قبل از مصاحبه هم شما دقت کردید دیگه، من گفتم با جزئیاتش نگاه کنید که و تو مصاحبه اگر خواستید به راحتی بگید آقا این اسنادی که ما دیدیم اون چیزی نبود که شما الان بگید. آقا بود؟ اگه بود که دیگه حل دیگه. 40 میلیارد از 50 تا مستقیما هزینه مربی، سرمربی، کادر فنی، بازیکن ها شده به صورت دستمزد، نه به صورت هزینه ها، عرض کردم هتل و اینا نه، 40 تا مستقیم رفته اونجا. اینطوری که شما مثلا میبینید ما بعد از اینکه پول آقای برانکو در واقع آماده شد و ایشون حالا به دلیل نگرفتن در هیئت مدیره یک وکیل بین‌المللی اومدن گفتن آقا این پول الان با توجه به اینکه شما شرکت دولتی هستید و ایشون یک سال تعهد انجام کار داره بهتر این که این مبلغ فعلا نگه داشته بشه. خب ما نگه داشتیم مبلغ و بعد یه دفعه ما دیدیم که بازیکن‌ها الان در حال تمدید، جذب سرمربی جدید و در واقع کادر فنی جدید، یه فشار زیادی برای پرداخت مطالبات گذشته بازیکن‌ها که یک رقم بسیار خوبی رو ما به بازیکن‌ها تزریق کردیم که بعدها دیدید تا مدت‌ها هم هیچ مشکلی از نظر نه اعتصابی نه سر و صدای خودشون هم میده. بهتر میدونن که چقدر پرداخت شده، پرداختی هاش هم به ریز اینجا وجود داره که چقدر پرداخت شده. من فقط یادم هست به یه بازیکن ما در عرض 24 ساعت برای اینکه تمدید کنیم 1,200,000,000 تومان مثلا برای مطالبات داشت از گذشته که ما بهش بلافاصله و یه پیش پرداختم میخواست. اون بازیکن کلیدی هم بود و حالا میگن همه 90% و برای جذب نگه داشتن ایشون این کار رو انجام دادیم و خیلی از پولایی که دادیم و در واقع باعث شد که مشکل برای بعدان هم به وجود نیاد. ماجرای بندهایی که یک بار سبز شدن قرار داده بود اینا از کجا اومد؟ بالاخره در یه دوره ای از من عرض کردم مدیریت هم تو این باشگاه مدیریت اختزاییه دیگه، شرایط دیگه، شرایطی وقتی ایجاد نمیمون پنجره بسته باعث شد و یه سری بنده تو قرار داده در واقع بیا تا بازیکنها حفظ بشن و بنده همچنان وجود داشت در دوره ما وجود داشت و بالاخره در اون یه دوره‌ای موجب حفظ شد، در یه دوره یه سری سختی‌ها رو ایجاد کرد، ولی طبیعیه دیگه هر مدیری در شرایط خودش تصمیماتی میگیره که فکر می‌کنه به صلاح هست و بایستی که باید انجام بده و همیشه من به تصمیماتی که گرفته شده احترام می‌ذارم. قطعاً تصمیمم در دوره خودش تصمیم درستی بوده و شاید ما تصمیمی گرفته باشیم که در دوره خودمون درست بوده باشه در بعدها مشکلی ایجاد کرده باشه، ولی بایستی که شرایط رو در نظر گرفت. بدون در نظر گرفتن شرایط نبایستی در مورد هیچ دوره مدیریتی قضاوت کرد. به نظر من این منطقی تر است. من خودم جالب که شما خب تا این لحظه ایش وقت در مورد پادشاه آسیایی صحبت نکرده بودید. چرا این سکوت برای چی بود با اینکه این همه حواشی در این مورد بود؟ ببین پادشاه آسیایی رو من صحبت کردم، چندین بار هم گفتم که مثل که الان شما بیایید در مورد جزئیات مالی باشگاه که ما قرار نیست هر روز گزارش بده که، چون تشکیلاتی وجود داره که نظارت میکنه و کنترل میکنه اسناد و مالی رو، زی حساب داره باشگاه، یه مثل مدیر عامل که همه کاره باشگاه نیست که بخواد یه پولی رو هزینه کنه یا نکنه یا برداره، اونجا سیستم دولتی و حساب کتاب داره دیگه. ما اصلا یه چیزایی رو نگفتیم در مورد این پاداش آسیایی چیجوری اومد. این روزی که پاداش آسیایی به ما رسید، بله اگر مثلا 2,000,000 دلارش کم نمیشد، مثلا 100,000 تا برای خیریه برداشت نمیشد، یه بخشش برای برگزاری فینال برداشت، یه بخشش به خاطر جرائمی که ما در طول مسابقات داشتیم کم نمیشد، تازه اگر 2,000,000 دلار میشد با اون پول میشد 30,000,000,000 تومان. در صورتی که اول اینا کم شد، حدود 1,650 از اون پاداش اومد. اون موقعی که اومد که شاهد تلاش‌های ما، من یه دفعه رفتیم قطر مسابقات بود، سر گرفتن این پاداش آسیایی من 3 روز آفتاب رو ندیدم، از هتل بیرون نیومدم. شاهدش سفیر وقت ایران تو مالزی، شاهدش مدیر مالی سفارت ایران تو مالزی، شاهدش چند تا صرافی مهم در ایران، شاهدش معاون وقت مالی وزارت خارجه، مدیر کل امور مالی وزارت خارجه، مدیر امور مالی وزارت خارجه،
شاهدش سفیر ایران تو قطر که حالا ما تلاش میکردیم پول رو از اونجا بیاریم تو قطر. همه راههایی که ما رفتیم که یه چیزی حدود 3 ماه طول کشید و فشارهای زیادی رو ما وارد کرد. من از تمام ارتباطات شخصی اداری، از خود وزارتخونه، بین الملل وزارتخونه، وزارت خارجه، ارتباطاتمون در AFC، تمام تلاش ها رو میکردیم نمیتونستیم پول بیاریم. دیگه زمانی که این پول رو آوردیم که مستقیم هم به صورت ریال وارد خزانه شد، دلار شده بود 11 تومن. یعنی 4000 تومن نسبت به اون روزی که با ما تعلق گرفته بود از ارزشش افتاد. ببینید ما بالاخره نوسانات ارزی هم خیلی ما رو، شما بودجه باشگاه رو بر اساس یه عددی می‌بندید دیگه، درسته؟ مثلا میگه سفر به مسابقه مثلا فلان 300 میلیون تومان، بر اساس دلار چقدی 4000 تومانی 5000 تومانی. بعد یه دفعه من یادم از دلار 16000 تومانی هم ما خریدیم. خب این 300 میلیون تومانی میشه چقدر؟ میشه 900 میلیون تومان. خب شما مگه قبلا در نظر گرفتی براش 900 میلیون تومان؟ در نظر نگرفتی دیگه. این میشه کسر بودجه. اسپانسرم میاد میگه که آقا من که مسئولیت ندارم هر چقدر شما هزینت شد من بدم، که من یه عدد میدم. شما میدونید در قرارداد اسپانسری که ما داشتیم از قبل بسته شده بود یه کفی وجود داشت و یه سقفی هم که حالا سقف براش نذاشته بودن. خب یکم جزئی تر سوالو بپرسم. وقتی که شما خب پول برانکو رو جور کردید و برانکو حاضر نشد بمونه، حالا به بحث برانکو هم میرسیم، اما قبلش این که اون پول بین بازیکن‌ها تقسیم شد، درسته؟ بله. مکانیزم این تقسیم چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ تقسیم که نمیشه، پول بین بازیکن‌ها تقسیم نمیشه، پول به بازیکن‌ها پرداخت میشه. پرداخت برای این اساس بود که هر بازیکنی رو که ما یه گزارش مالی از می‌خواستیم، مالی اعلام میکرد که آقا ایشون اینقدر طلب داره، مثلا اینقدر مربوط به سال فلان، اینقدر آفر فلان، آپشن فلان، اینقدر مالیاتش از گذشته مونده. مثلا من یادم هست دیگه، مثلا ما برای یه بازیکن حدود مثلا 300 میلیون تومان مالیات مثلا 4 سال قبلش دادیم، که اون زمانی که مالیات به عهده باشگاه بود، نه الان جدیدن مالیات به عهده بازیکن. اینها رو پرداخت کردیم و تقریبا میشه گفت که با 90% بازیکن‌های اصلی تصویه کردیم. شاید یه سری جزئیاتش مونده بود که بعید بدونم، اکثرا تصویه شده بود و تقسیم نمیشه، چون حوزه کاری ما حوزه تقسیم که نیست که ما اینطوری تقسیم کنیم. هر کسی مطالبه ای داشت مطالبهش وصول شد. اینا حالا خود بازیکن ها میدونن که چقدر مطالباتشون معلومه و اسناد هم هست. یک بحث خیلی راحتی در مورد اسناد وجود داره و اون اینه که شفافه، اسناد پرداختی کاملا شفافه. حالا شاید اصلا صلاح نباشه بازیکن باشگاه صلاح ندونه این اسناد رو منتشر کنه، من نمیدونم، ولی از نظر من همیشه گفتم که در دوره ما اگر سندی وجود داره در مورد درآمدها و هزینه ها، این اسناد رو از نظر من در واقع انتشارش هیچ ایرادی نداره. الان هم حرف میکنم و اصرارم به این موضوع دارم. ولی جالبه که خود شما هیچ وقت این اسناد رو منتشر نکردید. خب ببینید، من به یه سری چارچوب ها در نظام اداری و کاری خودم اعتقاد دارم و معتقدم که ما نبایستی که کاری رو خارج از قاعده و عرف انجام بدیم دیگه. حتی به تحت فشار شدید هم اعتقاد نداشتم که این کار باید بشه. الان هم ببینید که هیچ سندی رو منتشر نمی کنم. آوردم همراه خودم، اسناد رو من دارم، ولی الان مسئولیت باشگاه به عهده دوستان دیگه است. خیر و صلاح باشگاه رو اونها بهتر میدونن، شرایط رو اونها بهتر میدونن. اگر لازم باشه این مسائل رو میگن، ولی من به طور کلی عرض کردم که ما وارد که شدیم مانده اونچه که مجری اسپانسری به ما میداد با پول آسیایی همه 40% منابعمون رو تامین میکرد، 60% دیگه با تامین میکردیم بدون اینکه اسپانسری داشته باشیم یا شرایط جذب اسپانسر جدیدی وجود نداشت و دیگه اتفاقی افتاد. تو همین اسنادی که قبلا برام مرور می‌کردیم، شما گفتید که 780 هزار یورو برای برانکو آماده کرده بودید. خب یک 500 هزار تا هم قبل به برانکو داده بودید که خود برانکو ما گفت من می‌ترسیدم که بیان دزدا مثل فیلم گنگستری بهم حمله کنن و این پولو ببرن. یه 300 هزار تا هم که در زمان معاونت خودتون از مالزی به برانکو پرداخت کرده بودید، درسته؟
اینها چقدر مگه طلب برانکو چقدر بود؟ این مطالبات چقدر بود که هرچی پرداخت میکردی تموم نمیشد؟ ببینید ما من که اومدم آقای برانکو گفت به من پول بده، گفتم شما مگه پول نگرفتید؟ بعد از یه مدت البته نمونه اولش که دو ماه بعد به من گفت که من پول بده، گفتش گفتم من خودم که 300 هزار تا ریختم به حسابتون از مالزی، گفت که نه شما به مالی گزارش بگیرید متوجه میشید. گزارشی از مالی گرفتم دیدم که در واقع اون پولی که مبالغی که پرداخت شده بود به ایشون از جمله 300 هزار تا تو مطالبات قبلیش اعمال شده و ایشون بابت فستش چیزی نگرفته، که ما با سختی و گرفتاری و مشکلات چند تا جلسه هیئت مدیره فکر کنم یه چیز 20 تا جلسه هیئت مدیره گذاشتیم تا بتونیم یه عددی رو ردیف کنیم. این 500 هزار یورو رو من خودم مستقیما به ایشون درست نقدم دادم به ایشون، که بعد ها میدونید گفتم که آقا مثلا چرا پول نقدی میخواید بدید؟ مگر که نقدی میشه؟ چرا نریختیم به حسابش؟ گفتیم آقا جون نمیشد که نه. مثلا ایشون چرا نه؟ گفتم نقدی سابقه پرداخت نقدی ما داشتیم از قبل دیگه، یکیش همین پرداخت 500 هزار تا بود و یه عددی هم که بعداً آماده کردیم که بدیم که اون اتفاق افتاد. خب اینو من متوجه نمیشم، برانکو 800 هزار تا قرارداد داشت، شما خب نیم فصل بود و تا اون موقع باید 400 هزار تا بهش پرداخت میکردید و خب 500 هزار تا پرداخت شد. اینجوری باشگاه پرسپولیس حالا یه سری پاداشا و اینا 400 هزار تا دیگه میموند و آخرم که پاداش قهرمانی 300 هزار تا اضافه میشد، ولی تا اون برهه شما وقتی این 500 هزار تا رو پرداخت کردید باید پرسپولیس این مبلغی هم از برانکو طلبکار میشد دیگه، درسته؟ خب دیگه همون عرض کردم، ما وقتی که گزارش از مالی گرفتیم گفتن که پرداختی هایی که انجام شده بود در قبل بهش در دوره قبل نیم فصل قبل تو مطالباتش اعمال شده بوده، در واقع تو اون فصل ایشون چه نگرفته بود، یعنی طلبش از فصول گذشته خیلی زیاد بوده، یعنی از یک فصل قبلش یا... نمیدونم چقدر بوده، فقط میدونم که این فصل یعنی برای اون این فصلی که ما نبودیم و اون من اومده بودم این فصل قبل، ایشون چیزی برای قرارداد فصلش توی اسناد مالی ثبت نشده بود، یعنی حتی اون 500 هزار تایی هم که دادی بخش عمدهش واسه فصل بود که ما تو اون فصل بهش داده بودیم به عنوان اولین پرداخت حساب شد، یعنی انگار رفت برای پرداخت نیم فصل قبلش، یعنی بعد اون 800 هزار تا واسه بعد دوباره ما بعد برای نیم فصل بعدش هم پرداخت می‌کردیم، بعد دوباره خب یه سری از طلباش هم که اصلا یه شبه به وجود اومد دیگه، مثلا شبی که ایشون قهرمان لیگ شد 300 هزار تا اومد رو خب یه دفعه مثلا همون لحظه ایجاد شد، چون شما که نمیدونستی که شاید بشی یا نشی، طبیعتا این به قهرمان شدن و نشدن ارتباط داشت، یه دفعه 300 هزار تا میشد. شب قهرمانی خب یک سوژه هم پیش اومد که یکی از شاید گزارشگرام اینو مطرح کرد که شاید به خاطر همین پاداشه که شادی قهرمانی در شهر ایرج عرب دیده نمیشه. نه یه گزارشگری گفته بودن که فلانی خیلی آرومه در زمانی که داره مثلا جام رو میدن و چهرش خیلی آرامه، چرا اینطوریه؟ که من بعدا گفتم چرا اینطوری، گفتم والا اصلا در این باشگاه پرسپولیس و اینا شما اصلا شادی برای یک مدیر عامل 24 ساعت دوام نداره، بعد از 24 ساعت یه اتفاقی میفته، صبح 24 ساعت یه وقت بازیکنی میخواد فصل کنه، یه وقت مربی میگه میخوام برم، یه وقت یه اتفاقی تو ورزشگاه میفته نمیدونم یه وسیله خراب میشه، یه وقت یه دیگه بالاخره تو فضای مجازی یه چیزی میگن، نمیشه رو شادیاش حساب کرد. ما خودمون الکی چیزی نکردیم، شادی که اصل شادی مال هواداره، همین که هوادارا شاد بودن برای ما هم کافی بود، من خودم هم خب تو دلم که شاده، ولی من چیزایی رو لحظه میبینم، فردا صبحی رو میبینم برم تو باشگاه که خب خیلی از مسائل رو باید حل کنم، گرفتاری ها رو حل کنم. میبینید که همینطور هم بود دقیقا، ما هم هر قهرمانیمون برای مدیر عامل 24 ساعت بیشتر یا 48 ساعت حتی اکثر شادی نداشت، فرداش شما باید یه مسائل مشکلاتی رو داری که خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر هوادار درگیرش نیست، ما دوست داریم هوادارمون با آرامش لذت ببره از اون قهرمانی و خود حقش هم هست، حالا این هر کسی مسئولیت میگیره باید تبعاتش هم بده دیگر، کی که خربوزه میخوره باید پای لرزش هم وایسه، حالا ما مسائل بعدیش هم ما باید انجام میدادیم دیگه، طبیعتاً
و انجام دادیم و سختی‌هاش هم کشیدیم، فشارش هم تحمل کردیم و مسائلش رو، این شیرینی‌ها و این ورد‌ها ان شاءالله که همیشه به کام هوادارا باشه. ما راضی هستیم از این که سختی کشیدیم، ولی خب دیگه تا یه حدش، دیگه یه حدش خدا نکرده بعضن یه وقتا یه مجری میاد توی تلویزیون میگه آقا من فلان، یه بازی بازیکن هی فوکوس میکنه هی اصرار میکنه، آقا شما خب بالاخره از عملکرد مدیریتی هر کسی شما باید فیلم ببینید نه عکس. یعنی باید بیایید مجموعه عملکرد مدیریتیشو ببینید، دو تا پنج تا هم اشتباه داره اونم ببینید، یعنی که مثلا شما همه خوبی ها و کارا رو ول کنی بعد بیا بشه از یه موضوع بعد رو اونم فوکوس کنی که این موضوع این موضوع این موضوع حالا نشون میده که مثلا طرف میخواد بزنه دیگه، حالا بعدم بزنم که بزن در روییه دیگه، میزنه و در میره و کسی هم که جوابگو نیست. سیستمی هم من ندیدم که مثلا تو این فضای مجازی ما بیایم مثلا بریم بگی کسی رفت جایی از ما عکس گرفت مثلا که اصلا نباید میگرفت. آخر شما یه حریم شخصی هم دارید یا با خانوادت رفتی یه جا نشستی عکس زد میگیرم پخش میکنم. من ندیدم جایی باشه که بشه مثلا ظرف 24 ساعت 48 ساعت یه هفته در روز یه ماه با این برخورد کرد. حالا شما باید بری اونجا و بعد اسناد ببری و بعد پشیمون میشی میگه آقا نداره. بعد موقعی که این کار اتفاق میفته بقیه هم میگن حالا که اینطور بزن در رو هیچ حساب کتابی نداره ما میزنیم در میریم دیگه. این اتفاق الان چرا الان میگم؟ نه برای خودم، برای همین دوستانی که الان دارن زحمت میکشن و فلان اینا. یه آقای میاد میگه اصلا مسائل شخصی آدما رو رو میکنن و زندگی هر کسی زندگی خصوصی هم داره دیگه. شما که نباید وارد حریم خصوصی افراد بشید که طرف تو زمانی که سر کاره محل کارش بود بیرونش باید بزنی شخص. ندیدم کسی این چیزا رو پیگیری کنه متاسفانه. امیدوارم که این چیزا هم پیگیری بشه که خدا نکرده حرمت افراد زیر سوال نشه. بحث اون 50 میلیارد رو مطرح کردید، خب چطور این هزینه ها رو تامین کردید؟ چقدر از هزینه ها و اون بحث پیشخور پول اسپانسر از کجا اومد؟ خب بالاخره هوادار حق داره اینا رو بدونه. ما حدود 40% تازه بدونه پول آقای برانکو 40% ما اعتبار داشتیم بدونه. اون از 50 میلیارد 20 خورده میلیاردش تامین شده بود، اینجا گزارشش هست اسنادش، 20 خورده میلیاردش یه بخشش مال پاداش آسیایی تامین شده بود. ببین مثلا از پاداش آسیه یه عدد به شما بگم، فقط 170 هزار یورو من به آقای منشا دادم، یه عدد جز، یعنی جز که نیست عدد بزرگیه دیگه، مثلا یه نمونه شه، یعنی شما نزدیک 7 میلیارد و حدود 7 میلیاردش هم بر اساس مصوبه هیئت مدیره 35% دادم به بازیکن‌ها. باقیش هم اینجا جزئیاتش هست، میخواد براتون بخونم که حالا به نظر من بعدن باشگاه میتونه اینها رو منتشر کنه با جزئیاتش دقیق، چون گزارش رسمی زی حساب در مورد هزینه آسیایی هست. خب ما 60% بدون پول آقای برانکو 60% کسری داریم، ما چیکار کنیم؟ دیگه نشستیم با هیئت مدیره جلسات مختلفی این طرف اون طرف، بخش رو از ایرانسل گرفتیم، بخش رو دوباره از یه شرکت دیگه گرفتیم، حل میکردیم مسائلمون رو دیگه. شما وسط فصل، وسط نیم فصل دوم میبینی که، یا اول نیم فصل هستن، نیم فصل دوم ببین شما قرارداد اسپانسریت که قبلا بسته شده، رقم و سقفش هم کفش هم مشخصه، کاری دیگه نمیتونه بکنه که. مگه میشه شما مثلا در عرض سه ماه بیا بری 60% اعتبارت رو مثلا تامین بکنی؟ نه، اعداد و ارقام کاملا اینجا مشخصه. خب میای چیکار میکنی؟ میری بری سراغ اسپانسراتو برانور ازش چیزی میگیری دیگه، همین کاری که قبلا هم شده بود در مورد کوثر هم همین اتفاق افتاده بود، اون موقع هم شرایط سخت بوده، یه دفعه عدد پیش پرداخت شده بود، بعدها ما اینا رو دیگه بانک کوثر اصلا به ما عددی پرداخت نکرد، میگه من تو اولش مثلا 22 میلیارد دادم 20 میلیارد دادم الان دیگه نمیتونم بدم. مگه ما اومدیم اعتراضی کردیم؟ مگه ما گفتیم پیشخوری شده؟ چرا نگفتیم؟ بخاطر اینکه من میفهمیدم تو اون شرایط هم مثل شرایط ما بوده دیگه. ببین شما در باشگاه پرسپولیس اصلا دائم کسری بودجه داری، چرا؟ چون هزینهات با درآمدت نمیخونه، طبیعتا یک بدهی منتقل میشه به مدیر بعدی، حالا به ما منتقل میشه، به اون منتقل میشه، به اون. من که اعتراضی نکردم، ما اومدیم رفتیم دوباره همون کارو کردیم. خب اگه نگفتیم یعنی نبوده؟ خب بوده، هم خودشون میدونن، اسنادم هست مشخصی که بوده. من داشت کلن، من اصلا علی نیستم که شلوغ کاری کنم و
شغل نمیتونیم بدیم دیگه، کار میکنیم دیگه. حالا بعدم میگم آقا بود خب الان هم هست. وقتی که من میام میبینم 40% درآمد هزینه‌ام تامین شده توسط اسپانسر، تو نیم فصل مگه میشه اسپانسر عوض کنیم یا میشه اسپانسر بگیره؟ خب شما اسپانسر همه چی دستشه، شما دیگه باشگاه چیزی نداره که بخوای بدی. این اینستاگرام مونده بود که اون اینستاگرام ما درآمدی داشته و من نمیدونستم اصلا کجا میره و چه اتفاقی براش میفته. اومد البته بعدا فهمیدم از کجا اومد و چه اتفاقی براش افتاد و پولش کجا میرفت، که یه نامه نمیدونم من به دادسرا شکایتی دادم با شماره کارت و اینکه دقیقاً پول کجا میرفته این مدت دو سالی که دست باشگاه نبوده، که نمیدونم دیگه بعدا چه پیگیری شد، آیا به نتیجه رسید یا نه، اون افراد مشخص شدن پول برگردونده شد به حق بیت المال یا نه، اون نمیدونم. ولی ما انجام دادیم، ما تیکابیشو گرفتیم با همه در واقع فالوورایی که داشت عیناً جابجا کردیم، اومد به نفع باشگاه که الان فکر کنم دست اسپانسر داره ازش بهره برداری میشه. این مونده بود که ما اونم گرفتیم که بعد برای ما منفعتی به ما نرسید، دوره ما نرسید دیگه، منفعتش بعد دوره بعد خدا رو شکر الحمدلله این اتفاق خوب افتاد. ولی دیگه محل اسپانسری وقتی شما همه اسپانسر رو یه نفر همه چی بوده، من نمیتونم جای دیگه پول در بیارم که 60% کسری داشتم بدون پول آقای برام، که 60% کسری داشتم، 60% هم که بالاخره بر اساس نظر هیئت مدیره و مصوبه هیئت مدیره و که دوستان تلاش هایی که انجام دادن و ارتباطات، فکر کنید الان همین پول به راحتی تهیه شد، خدا میدونه که اصلا چه سختی هایی براش ما کشیدیم تا این پول رو تامین کردیم. تک تک اعضای هیئت مدیره اینو شاهدن، میتونن شهادت بدن و هر کدومشون هم مصاحبه کنی اینا رو کاملا. حرفایی که اینجا زده شد چیزی نیست که در باشگاه هیچ کس نداره، هم اعضای هیئت مدیره هم مدیران داخلی باشگاه همه این جزئیات رو میدونن که چه اتفاقاتی افتاده، اسنادش هم کاملا مشخصه، چیز پیچیده و پنهان و غیر شفافی تو این حوزه وجود نداره خدا رو شکر. پس این اینستاگرام که خب ما خیلی هم جنجال درست کرد، مشخص شد دست چه کسانی بوده ولی پولش معلوم نشد که برگشت. ببینید مشخصش دقیقاً از یک اسنادی، چون کل درآمدها فیش‌ها توی یک شماره کارتی میرفت که ما اون شماره کارت رو با اون فیش‌ها رو کپی کردیم دادیم به سیستم قضایی، از اونها میشد برسی ببین که بالاخره حالا شاید دقیقاً این فردی که پول تو حسابش میرفت اون نبود که اینستاگرام دستش بود، ولی اون اگر که مثلا مرتبط بود، مثلا شما رو صدا میکردن گفتن که این پول الان تو حساب شماست از اینستاگرام تیکابی پرسپولیس، شما چه کاره ای؟ بعد میگم مثلا من شاید از این آقا میگیرم، بعد میگم آقا شما چه کاره ای؟ میگم این آقا میگیرم، شاید با یه واسطه، شاید دو واسطه، سه واسطه، نمیدونم، میرسید به اون آدم اصلی. حالا ما دنبال اون آدم اصلی اینا اصلا نبودیم که کی هست و چی هست. اما فهمیدید که چه کسی بود؟ ما دنبال این بودیم که این پول برگرده تو حساب بود. برای من اصلا مهم بود که این اینستاگرام برای پرسپولیس ثبت بشه. اون کار دوم که پیگیری در واقع اون چی که موفق بود و در واقع برده شد، اونم ما سپردیم با سیستم قضایی. ولی اون اتفاق خوبه این بود که در واقع این اینستاگرام اومد با تیک آبی با همه فالووراش که بوده 2700 فالوور داشت اومد برای پرسپولیس. از نه کردیم، چون هر چی در سیستم ما میگه داخلی نتونستیم، حالا دوستانی پیدا شدن کمک کردن این اتفاق افتاد. خب وضعیت امروز پرسپولیس امسال هم مثل دوره شما خب تجمعی جلو باشگاه شکل گرفت و دلال‌ها نهایت استفاده رو بردن، به مبلغ قرارداد بازیکن‌ها اضافه کردن. هیچ وقت مهدی رسول پناه این مشاوره رو دادید که مراقب باشه و گول بازی دلالا رو نخوره؟ والا من خب همون اوایل که ایشون مسئولیت می‌خواستن بگیرم با هم یه سری مشورت کردیم، یه سری چیزای کلی گفتم در مورد این تجمعات هم که اون من یه موضوع کاملی رو و توصیه‌ای که داشتم رو به هوادار عزیز کردم و همون چیز جدیدی رو به ذهنم نمی‌رسید. خیلی هم نداشت. ممنون از شما که خب به این پرسش پاسخ دادید، کمک کردید ابهام ها برطرف بشه. اما به عنوان آخرین سوال، هنوز پرسپولیس رو دنبال میکنید و هنوز با بچه های تیم در ارتباط هستید؟ با بچه های تیم کمتر، ولی پرسپولیس رو دنبال میکنیم در حد و یه مدار بازی ها رو سخت میبینم، استرس دارم دیدنشون. آره بعض موقع واقعا نمیتونم اصلا بازی ها رو ببینم، چون ولی خب طبیعتا لحظه به لحظه در موفقیت ها رو
که میبینم خوشحال میشم و الحمدلله الان خدا رو شکر میکنم که ما هم قهرمانی لیگ رو گرفتیم، همین که تو آسیا داره خوش میدرخشن بچه ها، آرزوی موفقیت دارم برای مدیران فعلی هیئت مدیره. یه دارم بس دیگه، بدونیم که مدیر عامل هم واقعا سختی میکشن دیگه در باشگاه، باید حواشون بیشتر داشته باشیم دیگه. بالاخره این موفقیت ها آقای خدا رحمت کنه آقای کاشانی یه حرفی زد، بعضی ها بد برداشت کردن، گفت که همه موفقیت، این موفقیت موفقیت جمعه دیگه، همه با هم تلاش میکنن که موفقیت ایجاد بشه، هم کسی که توپ هم جمع میکنه، هم کسی که وسایل رو میاره آماده میکنه برای تیم، اون هم در موفقیت نقش سهم داره. حالا شاید سهم یک بازی فوروارد نداشته باشه، سهم سرمربی نداشته باشه، ولی سهم داره در این موفقیت. من فکر میکنم بعد سهم هیئت مدیره رو، شما هیئت مدیره ها الان همین الان این آقایون که هستن، ما که نمیبینیم که، ولی اینا شب و روز تلاش میکنن و که کار کنن که موفقیت حاصل بشه. من فکر کنم که مدیر عامل ها رو هم ببینیم. آقای نجرب، خب من دیگه سوالی ندارم، اما اگه موردی بوده که نپرسیده باشم یا حرفی که خودتون به تمایل به گفتنش دارید، صحبتی با هوادارا هست، این شما و این دوربین رسانه‌ای طرفداری. از شما خدمت شما که من فکر کنم همه چیز رو گفتم تقریبا تو بحثام، تو صحبتام همه چیز رو گفتم، ولی موضوعی که هست ما بایستی که برای موفقیت تیم و باشگاه از خودمون بگذاریم گاهی دیگه، یعنی تلاش کنیم که ایثار کنیم نسبت به خیلی از مسائل، بزرگترهای پرسپولیس، پیشکسوت‌ها، مدیرها، هوادارا از خودشون بگذرن. در فضای آروم لازم داریم و واقع بینانه به موضوعات نگاه کنیم. یعنی اینطور نباشه که مثلا شرایط همینه دیگه. یعنی یه بودجه هست، یه پولی هست، یک شرایطی هست و مشکلاتی هم که گفتم اصلا مشکلات ساختاری در پرسپولیس هست. من فکر کنم که قدر زحمات همدیگه رو بدونیم، به سر هم صحبت نکنیم. هر مدیری در باشگاه تلاش کرده، اگر ایراداتی هم داشته محاسنش هم ببینیم و کمک کنیم به مدیریت هممون. سخته کار در پرسپولیس، کار بسیار پرمسئولیت ترین در واقع جایگاه های کاری هست که همه باید ببینن و کمک کنیم برای موفقیت با گذشت از خودمون و کمک کردن برای موفقیت تلاش بکنیم. ممنون از آقای رجع عرب و خب این شکست شدن سکوت بعد از مدت ها و ممنون از شما مخاطبین عزیز رسانه طرفداری که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم.